اگه بخوایم دو تا مانیتور داشته باشیم که به یه دونه کامپیوتر وصل باشه، یا مثل کاری که من انجام دادم یه مانیتور رو وصل بکنم به لپتاپم و دو تا در از مانیتور داشته باشم، چجوری میتونیم این کارو بکنیم؟ میتونید تا 6 تا مانیتور رو به یه دونه کیس وصل بکنید، ولی چجوری این کار امکان پذیره امروز براتون توضیح میدم. سلام، من اردشیر کاویانی هستم، اینجا چهارراه کامپیوتره و امروز قراره در رابطه با چند مانیتور شدن صحبت بکنیم. امروز میخوام بهتون یاد بدم که چجوری میتونید یه مانیتور رو در کنار لپتاپتون قرار بدید و اصطلاحاً یک ستاپ بچینید که بتونید تعداد مانیتورهای بیشتری داشته باشید. حالا اصلا چرا باید این کارو بکنیم؟ برای ارائه دادن، برای کلاس برگزار کردن خیلی مفیده. الان من میخوام کلاس برگزار کنم، این صفحه‌مو شیر میکنم که بقیه ببینن و این طرف صفحه ادوبی کانکت رو میبینم، یا این طرف میتونم هر کاری دیگری خواستم انجام بدم، برنامه‌ای که دارم با شیر رو انجام میدم و دارم کلاس برگزار میکنم و میبینم، چتا رو میتونم پاسخ بدم و یه جور موارد. برای مدرس ها خیلی خیلی مفیده، یا برای تدوینگرها، اگه شما کار تدوین انجام میدید دوست دارید تایملاینتون رو اینجا بندازید و این طرف تصویر خروجی نهایی رو ببینید، اگه برنامه نویس هستید دوست دارید که مثلا صفحه بلندتری داشته باشید تا بتونید تعداد خطای بیشتری رو ببینید، میتونید یه مانیتور اینجا قرار بدید، یه مانیتور بالای این ستاپ بکنید و توی ستاپی که تنظیم میکنیم این کار رو انجام بدید. هر جوری که بخواید میتونید مانیتورها رو کنار هم دیگه قرار بدید. شما میتونید یه مانیتور بذارید اینجا، یه لپتاپ اینجا، یه دونه مانیتور گنده هم این بالا تعریف بکنید و اون مانیتور گنده بالا مثلا برای فیلم دیدن باشه یا هر کار دیگری. هر جوری بخواید میتونید این کار رو انجام بدید. مایکروسافت ویندوز 10 تا 6 تا مانیتور رو ساپورت میکنه و تعداد بیشتری از اون مگه بخواید انجام بدید شاید مجبور بشید برید سراغ سیستم عامل دیگه. من ندیدم سیستم عامل دیگه که چقدر این رو ساپورت میکنن، ولی ویندوز تا 6 تا رو ساپورت میکنه که خیلی هم اوکی. یه کار دیگه که احتمالاً تو صفحات گیمرها دیدید انجام میدن، یعنی مانیتوراشون رو اینجوری میچینن، اینه که مانیتور اینوری قرار میدن، مثلا یه مانیتور اینجا میذارن، دو تا مانیتور اینجا مثلا میذارن، یه مانیتور بغلش وای میسونن. این کارم اگر مانیتورتون قابلیت چرخش رو داشته باشه و درایور کارت گرافیکتون رو درست نصب بکنید از لحاظ ویندوز کاملا امکان پذیره و میتونید این کار رو انجام بدید. ولی چه جوری باید این ستاپ رو انجام بدید؟ من میخوام ستاپ رو امروز روی لپتاپم بهتون یاد بدم، ولی قبلش بریم سراغ کیس، ببینیم کیس چجوری میتونه این خروجی رو بده. شما یه کارت گرافیک دارید که کارت گرافیکت، یه دقیقه صبر کنید قبل از اینکه بخوام اینو شروع بکنم، اگه تازه وارد این کانال شدید یا اگه سابسکرایب نیستید خیلی خوشحال میشم اگه دکمه سابسکرایب رو بزنید، اون زنگوله بغلش هم تپ کنید که هر زمان ویدیو جدیدی منتشر شد به شما خبر بده و خودتون بتونید تشریف بیارید. ویدیو رو هم لایک کنید، برام هم کامنت بذارید، خیلی خوشحال میشم. آخر کار یه سوالم ازتون دارم، چه خلاقیت های دیگری میتونیم انجام بدیم؟ میگم آخر کار، ولی الان میگم چه خلاقیت های دیگری میشه انجام داد؟ شما جواب بدید، شما چه کاری انجام دادید با چند مانیتوری کردن؟ یه سورپرایز هم واسهتون دارم که آخر کار اونو واسهتون میگم. بریم سراغ این. اگه شما یه کارت گرافیک داشته باشید که بیش از یک خروجی داشته باشه، همینجور که میبینید مثلا این مدل کارت گرافیک، کارت گرافیک خیلی قدیمی هم از ایسوس 210 خب، ولی سه تا خروجی داره، یه خروجی VGA داره، یه خروجی HDMI و یه خروجی DVI. من یعنی میتونم سه تا مانیتور رو به این کارت گرافیک وصل بکنم، کافی این وصل باشه، یه مانیتور VGA، یه مانیتور DVI و یه دونه تلویزیون HDMI اینجا میتونم وصل بکنم به کیسم و با این کار بکنم. بعضی از کارت های گرافیک دو تا خروجی داره، پس دو تا رو میتونید وصل کنید. بعضی از کارت‌های گرافیک سه تا خروجی داره ولی دو تاش همزمان کار می‌کنه. نکته مهمیه، موقع انتخاب حتما این رو سرچ بکنید ببینید که آقا چند تاش همزمان کار می‌کنه، این هم حواستون حتما باشه. کافیه فقط کابلش رو وصل بکنید، بزنید به مانیتور، بعد دیگه تنظیمات داخل ویندوز که اونا رو بهتون یاد میدم. فقط چیز بگم در رابطه با دی وی آی، ما دو مدل دی وی آی داریم که عکسشون اینجا واسهتون می‌ذارم، دی وی آی دی و دی وی آی آی، فکر کنم اگه اشتباه نکنم. فرقشون هم توی این چهار تا پینیه که اینجا هست که حالا عکسشو میذارم بهتر متوجه میشید، ولی چهار تا پین اینجا داره که این چهار تا پین فرق میکنه. الان من هر دو مدل رو اینجا دارم، این کابل من دی وی آی معمولیه یا آی، این یکی دی وی آی دیه که چهار تا رو اضافه در داره. شاید هم دارم برعکس میگم، عکسشو میذارم اینجا ببینید. پس این رو حواستون باشه که کدوم مدل هست. مثلا الان این مدل جفتش رو میتونه ساپورت بکنه ولی فقط با یکیش خروجی بهتون میده، حواستون به این حتما باشه. نکته بعدی،
اگر کابل DVI دارید منتقل میکنید، کیفیت تصویر خیلی بالاتری بهتون میده، ولی باید مانیتورتون هم DVI داشته باشه، یا از یه اینجور تبدیلی استفاده بکنید. این تبدیل DVI به VGA هستش، خب، که شما میتونید اون وقتی که کابل معمولی VGAتون وصل بکنید و به مانیتورتون وصل بکنید. اگه دارید HDMI میزنید که مستقیم کابل HDMI میدید، HDMI هم قابل تبدیله. ما همه تبدیلا به همدیگر رو داریم. مثلا این تبدیلی که من اینجا دارم DVI به HDMI، شما میتونید DVI رو هم به HDMI تبدیل کنید، کیفیتش هم افت نمیکنه، چون DVI و HDMI هر دوشون دیجیتال هستن، ولی تو این حالت کیفیت تصویر شما افت میکنه. برای کار حرفه‌ای و گیم اگه میخواید انجام بدید، اصلا VGA خوب نیستش، باید برید سراغ DVI و DVI وصل بکنید. حواستون باشه اگر یه دونه رو DVI وصل میکنید و یه دونه رو VGA وصل میکنید، امکان داره رزولوشن هاش با هم فرق بکنه و شما مجبورید رزولوشن جفتش رو بیارید پایین در سطح VGA برسونید تا تصویر یکسانی داشته باشید، وگرنه تصویرتون تو یکی بزرگتره، تو یکی از مانیتورها خیلی کوچیک‌تره. اینم نکته بعدی. من دارم سعی میکنم همه نکاتی که به ذهنم میاد که لازمه بدونید رو توی همین ویدیو بگم که دیگه لازم نباشه جداگونه بگم، ولی اگر نکته‌ای باشه که یادم بره اینجا بگم، حتما توی توضیحات ویدیو و شاید هم تو کامنت اول بنویسمش، تو کامنت بنویسم و پینش کنم بیاد بالا. پس حتما اگه دارید این ویدیو رو میبینید، بعدش برید حتما توضیحات ویدیو و کامنت رو هم بخونید که اگر اتفاقی اضافه شده باشه اونجا حتما اضافه میکنم. پس اینم از خروجی تصویر VGA. در مورد لپتاپ چی؟ لپتاپ های قدیمی خروجی VGA دارن، خروجی HDMI هم دارن. لپتاپ های جدید خروجی HDMI فقط دارن. لپتاپ های جدید تر که نازک تر شدن خروجی مینی HDMI دارن. یعنی شما باید یه دونه مینی HDMI به HDMI کابل بگیرید که بتونید این تبدیل رو انجام بدید. بعضی از لپتاپ هم حتی خروجی HDMI هم ندارن، مثل مکبوک ها. و اون وقت باید چیکار بکنید؟ میتونید از تایپ C هم خروجی HDMI بگیرید. اون وقت باید از کابل تبدیل استفاده بکنید. یه کابلی میگیرید که یه سرش تایپ C، یه سرش HDMI، وصل میکنید به تلویزیونتون و میتونه این کارو واسهتون انجام بده. پس الان اگه من مثلا لپتاپ من تایپ C نداره، من لپتاپم دوتا خروجی داره، HDMI و VGA، میتونم دوتا تصویر بگیرم، اینو بذارم به عنوان VGA این دوتا، یه دونه تلویزیون بذارم این بالا به عنوان HDMI تصویر سوم ازش بگیرم و استفاده بکنم. یا جداگونه، من الان جداگونه استفاده میکنم، هر وقت تصویر بزرگتر میخوام به تلویزیون خونه وصل میکنم، هر وقت هم که دارم کار میکنم که این ستاپ معمولیمه که دارم باهاش کار میکنم. حالا اگه بخوام روی همین لپتاپم 3 تا خروجی داشته باشم یا 4 تا خروجی داشته باشم، اگر تایپ C داشت این امکان پذیر بود و میتونستم از تایپ C این کارو بکنم، یا اگه این خروجی رو نداشت لپتاپ من و فقط HDMI داشت، یه دونه HDMI میزدم، یه دونه تایپ C میزدم و دوتا تصویر دیگه میتونستم ازش بگیرم. پس اینم در رابطه با تایپ C خیلی هم به درد میخوره خیلی جا، مخصوصا که داریم میریم به این سمت که کلن USB ها رو عوض کردن، دارم میرم به سمت تایپ C به خاطر اینکه هم نازکتره، همین حالت احمقانه اینور یا اونور رو نداره، خیلی کاربردیه که اون رو هم داشته باشید، یه کابل USB به HDMI داشته باشید تو خونه بتونید از اون استفاده بکنید. نکته دیگه یادم نمیاد، فکر میکنم همه نکاتی که میخواستم بگم رو گفتم. بریم با هم دیگه کانفیگش رو ببینیم و تنظیمش رو توی ویندوز هم ببینیم. آها، موقعی که شما تصویر رو میخواید دوتا تصویر بکنید، برای ما مهم نیستش که آقا دوتا تصویر یکی رو نشون بدن، چون اگه یکسان نشون بدن که به درد ما نمیخوره. یکسان رو کجا استفاده میکنید؟ موقعی که دارید از ویدیو پروژکتور استفاده میکنید و میخواید تصویر رو بندازید بزرگتر همه ببینن، اون وقت بله، شما تصویر رو داپلیکیت میکنید، اصلا دوپلیکیت هم نیست، داپلیکیت. شما تصویر رو داپلیکیت میکنید اصلا که بتونن اون ور هم تصویر شما رو ببینن. تنظیمش هم تو ویندوز بهتون یاد میدم. ولی اگر مثل الان میخواید دو تا تصویر کنار هم داشته باشید، باید صفحتون رو اکستند بکنید که این اکستند کردن بهتون کمک میکنه تصویر بزرگتری داشته باشید، 2 یا 3 تا. یه نکته همین الان بگم، این که همیشه با کابل نباید وصل بشه، میتونه از طریق وایرلس همین کار انجام بشه. من براش یه ویدیو جداگونه میسازم، ویدیوش این بالا میذارم که میتونید از طریق وایرلس باید مانیتورتون هم ساپورت کنه. نه، خیلی خفن‌تر، شما میتونید دوتا لپتاپو بذارید کنار هم دیگه و یکیش تصویر اون یکی رو اکستند کنه و نشون بده. ویدیوشو جدا واسهتون میسازم، خیلی کار خیلی جذابیه و فکر نمیکنم محتوای فارسی که اصلا براش نداریم، تو انگلیسی هم خیلی کم براش محتوا پیدا میکنید. اگه موافقید بریم این کار با هم دیگه انجام بدیم. من الان با یه دونه کابل VGA مانیتورم رو وصل کردم به لپتاپم.
و حالا میخوام تنظیم کنم. من صفحه این مانیتور رو بهتون نشون میدم و تنظیمات رو اینجا با هم دیگه انجام میدیم. بریم تو مانیتور. خب ما حواستون باشه دو تا مانیتور داریم، مانیتور یک و مانیتور دو. الان این مانیتور دو منه و من میخوام تنظیمات رو روش بهتون نشون بدم. کافیه رایت کلیک کنید روی صفحه، وارد دیسپلی سیتینگ بشید. توی صفحه دیسپلی که باز میشه مثل الان نگاه کنید، دو تا چیز رو به من نشون میده. میگه من مانیتور یکم، اینه مانیتور دومینه. بر اساس اندازه صفحه اندازه این مانیتور رو براتون بزرگتر کوچیک میکنه، بر اساس رزولوشنش. خب نگاه کنید الان اگه این آیدنتیفای رو بزنم بهم میگه که این مانیتور چند منه. الان داره روی این میگه مانیتور دو منه، رو صفحه لپتاپم داره میگه اون مانیتور یکمه، پس این مانیتور دو منه. خب حواستون باشه، میبینید مانیتور دو من اینوره. من اگه موسمو بیارم از اینجا خارج کنم وارد مانیتور یک میشم، برگردونم وارد مانیتور دو میشم، اینجوریه. پس خب من الان دو تا مانیتورمو با هم شیر کردم و شما دارید میبینید، واسه همین یه تصویر خیلی کشیده دارید میبینید که شاید یه جاهای اون رو بتکنم و کامل معلوم نباشه. بریم سراغ تنظیمات. من روی مانیتور یکم رایت کلیک میکنم و دیسپلی سیتینگ رو میزنم. الان رو مانیتور دوم این اومد و دوباره برش میگردم رو مانیتور یک. میبینید الان اینجا مانیتور یک من رو شناخته و دوم رو هم شناخته. اندازه رو بر اساس اینکه هر کدوم از مانیتوراتون رزولیشنش چقدر هست داره به شما نشون میده. الان مانیتور دو من یه ذره بزرگتره، پس از اینجا میتونید این رو متوجه بشید. اگه آیدنتیفای رو بزنید بهتون نشون میده که کدوم مانیتور یک کدوم مانیتور دو، تا 6 تا مانیتور رو نشون میده و 6 تا رو همین کار براتون میکنه. حالا اصلا چجوری باید این تنظیمات رو انجام بدیم که دو تا مانیتور رو در کنار هم داشته باشیم؟ روی کیبوردتون کلید لوگو و پی رو با هم دیگه فشار بدید. اینجا میاد توی صفحه اول. توی حالت اصلی ما توی پی سی اسکرین اونلی هستیم و قسمت دوم صفحه ما کاملا خاموشه، ولی اگه داپلیکیت رو بزنم هر دو تا صفحه یکسان میشه همینجور که میبینید، و اگه اکستند رو بزنم چیزی که ما میخوایم دو تا مانیتور رو میندازه در کنار هم دیگه. این چیزیه که ما میخوایم و میخوایم استفاده بکنیم. حالا دوباره آیدنتیفای میزنم نشون میده کدوم مانیتور. نکته مهم اینه بر اساس اینکه مانیتورتون رو دارید کدوم ور لپتاپتون میذارید یا کدوم مانیتور کدوم سمته، باید این کارو خودتون انجام بدید. مثلا اگه من بخوام مانیتورم رو سمت چپ بذارم این شکلیه، اگه بخوام بذارم این سمت راست کافیه بیام روی این دو بگیرمش بیارم بذارم این سمت راست، خب، و اپلای بکنم. اون وقت الان ببینید من اگه مانیتورم موسمو بیارم اینور وارد صفحه دومم میشه، ولی در اون حالت باید موسمو ببرم اینور تا وارد صفحه دومم بشه، باید سمت راست ببرم تا وارد صفحه دوم بشه. پس این تنظیماته. یه حالت دیگه بهتون گفتم میتونید مانیتورتون رو بالای مانیتور اصلی بذارید. من میکشم میذارمش این بالا، نا کنید. خب ببینید الان اگه من موسمو ببرم بالا وارد اون یکی صفحه میشه، به شرطی که اپلای بکنم. من چون تنظیمات به هم میریزه این کارو انجام نمیدم. پس شما به همین راحتی میتونید این کارو انجام بدید. برایتنس و کنتراست و این تنظیمات هم که از اینجا میتونید انجام بدید. این قسمت هم اگه ببینید همین رو بهتون نشون داده که تصویر رو بین کدوم مانیتورها برات اکستند بکنم. خب یه نکته هم بگم، نمیدونم این مشکل الان فقط توی ویندوز نسخه 2204 هستش یا توی به خاطر کارت گرافیک من باشه. ببینید نسخه ویندوز من 2004-19041-508 این ورژن آپدیت براش اومده و باید آپدیتش رو بگیرم. ولی مشکل چیه؟ من هر زمان کامپیوترم رو ریستارت میکنم تصویر من به این شکل برمیگرده، یعنی میشه 5 تا مانیتور و من دوباره باید برم مانیتور اضافه رو خاموش کنم. اینجوری وقتی موسمو میبرم یهو میره توی مانیتور بعدی و گم میشه و من نمیتونم موسمو راحت پیدا بکنم، باید مانیتور دیگر رو خاموش کنم. چجوری این کارو میکنید؟ تشریف میارید پایین این قسمت ادوانسد دیسپلی سیتینگ، از اینجا نگاه کنید دوتا مانیتورم رو شناخته، بعد مانیتورهای دیگرم گذاشته. مانیتورهای دیگر رو میرم روش میزنم، مثلا مانیتور 5 این ریموو دیسپلی رو میزنم که این رو خاموش کنه، بعد مانیتور 5 رو خاموش میکنه. الان شدش دوباره اینجا هست، یه دنه میاره بالاتر، میبینید این ترتیبا به هم میرزه. حالا میام 4 رو خاموش میکنم، دوباره برمیگردم مانیتور 3 رو خاموش میکنم و تبدیل میشم به دو مانیتوره. اگه یهو مانیتور یک یا دو رو خاموش کنید تصویرتون هم کامل خاموش میشه و نمیتونید دیگه ببینید.
این کار انجام میدم، به دو مانیتور برمیگردم. اینم نکته ای که فکر میکنم توی این نسخه ویندوز و با درایور من این مشکل وجود داره. شاید توی ویندوزهای دیگه این مشکل وجود نداشته باشه، ولی راه حلش رو هم گفتم بدونید که چجوریه. این قسمت مالتیپل هم که ببینید تنظیمات مختلف داپلیکیت کردن یا فقط تصویر یک تصویر دو، همون گزینه لوگو پی که میذاریم اینجا هم امکان پذیر هستش، ولی با لوگو پی خیلی راحت تره. به کلید ویندوز توی کیبورد کلید لوگو هم میگیم، حواستون باشه. اینم اون موردی که گفتم. خب تموم شد. اینم از دو مانیتور کردن یا تعداد مانیتورهای بیشتری رو به وجود آوردن برای ویندوز. من فکر میکنم تمام نکات ممکن رو گفتم. اگر چیزی به ذهنتون رسیدش که من توی ویدیو نگفتم یا جایی رو اشتباه گفتم، حتما توی کامنت ها بنویسید که من اون رو بذارم همه بتونن ببینن. اگه کامنتتون مهم باشه و چیزی رو جا انداخته باشم، حتما توی توضیحات ویدیو میارمش، به اسم خودتون رو قرار میدم. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. آها، اون سورپرایزی که لو دادم رو یه ذره بیشتر بازش بکنم. من میخوام یه دونه تصویر دیگه داشته باشم، ولی فعلا مانیتور ندارم. برای یه جای حیاتی فعلا نیاز دارم که از یه لپتاپ دیگه به عنوان تصویر دوم استفاده بکنم. میخوام ادیت بکنم یا هر چیزی، یا دو تا لپتاپ دارم اصلا فعلا توی خونه و مانیتور دیگه‌ای ندارم. میخوام تصویر لپتاپم رو بندازم اونور و بتونم ازش استفاده بکنم. امکان پذیر هست یا نه؟ من همیشه خودم از اون کسایی بودم که میگفتم بابا ورودی تصویر رو که نمیشه به عنوان خروجی استفاده کرد. مایکروسافت یه معجزه‌ای رو درست کرده که میتونه این کارو انجام بده. با قطعات سخت افزاری هم نیست، به واسطه نرم افزاره، با وایرلستون این کارو انجام میده و قابلیت خیلی خیلی خفنیه که گفتم توی فارسی ما هیچ محتوایی در موردش نداریم. انگلیسی هم خیلی کم پیدا میکنید و من سعی میکنم بعد از این ویدیو حتما اون ویدیو رو بگیرم و اونم واسه تون منتشر بکنم. خودم خیلی دوستش دارم وقتی یادش گرفتم. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. من اردشیر کاوینی هستم، اینجا چهارراه کامپیوتره. فعلا خدا نگهدار.